گنده تر از این نبود صداش کنی؟ درست صحبت کنین آقای بهرامی. معلوم مدیر اینجا ماهی سران. خب پس حالا که مدیر تشریف آوردن لطفاً تماس بگیریم با ماهی سرا، دستور بدین اونجا رو تخلیه کنن. من و کارگرا میخوایم بریم مشغول به کار شیم. ما این کار رو نمی کنیم. بچه کل کل نکن ما. شما تشریف ببرین، هر وقت سند ماهی سرا به نامتون خود بعد بیاین. من برنده اون مزایدم. اون زمین ها قانونن مال منه، هر کاری هم دلم بخواد میکنن. شما مزایده رو با تقلب برنده شدین. بی خود پرت و پلا نگو، این مزخرفات فقط شما ها میگین نه ایش کسه دیگه. منم صبرم تموم شده، الان هم اومدم اینجا بهتون بگم جلو پلاستون رو باید جمع کنین، از تو ماهی سرا بریم بیرون. این ما نیستیم که از اینجا میریم، این شما این که از اینجا میریم. حالا بریم بیرون تا زنگ نزدم پلیس بیاد. من از پلیس نترسم. آقا مرتضی زنگ بزن پلیس بیاد. سامان رقمی مزایی در به شما گفته. اون زمین ها قانونن مال منه، میخوام توش کار کنم. شما با صرفایی که میزنی مدرک نداری. اصلا سامان رقم مزایی در از کجا میدونسته که بیاد به من بگه؟ لال شدی؟ تو خوب حرف بزن. میگم سامان رقم مزایده رو از کجا میدونسته که بخواد به من بگه؟ وقتی از چیزی مطمئن نیستی همینجوری الکی واسه خودت چرند نگو دختر جون. من بهش گفتم. من رقم مزایده رو به سامان گفتم. ولی از عمد این کارو نکردم. من رو حساب اعتمادی که به سامان داشتم رقم مزایده رو بهش گفتم، اونم به آقای بهرامی گفته. پس توی این مزایده تقلب شده. مقصر اصلی این ماجرا منم. خودم پای همه عواقبش وای میستم. میرم اداره و همه چی رو بهشون میگم، میگم چجوری توی مزایده تقلب کردی. من پای کاری که کردم وای میستم. اجازه نمیدم هیچ کس اون زمینو با دوز و حق و کلک بخواد صاحب بشه. اون زمین حق آقا پشمان بوده، الانم حق پدرشه. هیچ کس نمیتونه مالک اون زمین بشه به جز آقای شریفی. حالا هم بریم بیرون تا زنگ نزدم پلیس بیاد. بریم بیرون.
دیروز با پدرت حرف زدم. با خبرایی که از رامین در مورد شرکت شنیده بود فهمیده که آرش حرفاش الکی هم نبود. واسه همین حاضر شده زودتر بیان خواستگاری. شنیدی چی گفتم؟ مگه تو همینو نمیخواستی؟ حالا من میگم بعد مشکلاتت زودتر با آرش حل کنی. دیگه نمیخوام اسم آرش رو بشنوم. نمیخوام ازدواج کنم باش. یعنی چی؟ اشتباه کردم. آخه واسه چی؟ دعواتون شده؟ من نمیخوام دیگه راجبش حرف بزنم. هرچی بوده بینمون تموم شد. مگه بچه شدین شماها؟ بس کن، خواهش میکن. حالا من به پدرت چی بگم؟ آرش جان، خدا رو خوش نمیاد با رونا این کارو کردی. آخه اون چه گناهی کرده مگه؟ تو گفتی میخوام یه کاری کنم رونا از زندگیم بره بیرون. باشه قبول، ولی اینجوری آخه؟ یعنی تو اینقدر از تهدید کامیار ترسیدی؟ آرش تو که آدم اینجوری نبودی. فقط به خاطر اون نیست. من لیاقتشو ندارم. مجبور بودم این کارو بکنم. کاش هیچ وقت دوباره رونا رو ندیده بودم. تو خودت خوب میدونی که مسئله فقط تو و رونا نیستی. پای یه آدم بیگناهی وسطه که به خاطر اتهام به قتلش بخواد فرار کنه. پای خواهر خودت وسطه. آرش تو با فرار کردنت میدونی چند تا خانواده رو نابود میکنی؟ حالا از من گفتم، خود دانی. آره دیدمش. اشتباهی نری سراغ یکی دیگه. نه حواسم هست آقا کامیار. الان کجایی؟ همون دورو برم، ولی هنوز پیداش نشده. صبر کن، زوده حالا. کم کم سر کلش پیدا میشه. باشه، منتظر میمونم. خفه شد و نکشتم.
سلام، صبح بخیر. صبح بخیر. چی شده؟ چرا رنگت پریده؟ چیزی نیست. چی میخوای بخوری ناشتا؟ بشین صبحونه بخور. سرم داره میترک. خیلی خوب، قرص با شکم خالی؟ مامانم اینه کجا؟ مامان بابا رو بردن از آزمایشگاه. امروز باید چکاپ میشدن. رامینم که رفته کارخونه. رانا چی شده؟ چنقدر به هم ریخته ای؟ چیزی نیست، بذار کارم زیاد شده، خستم. خب حالا امروز نرو با این حالت. نمیشه از این شرکت تبلیغاتیه، میان خودم باید باشم حتما. نمیشه که با این حالت. میخوای ببرم درمانگاهی جایی؟ شاید یه سرومی چیزی بزنی بد نباشه. دیشبم که شام نخوردی. نه خوبم، یه ماشین میگیرم میرم. نه بشی، من خودم میبرمت. بابا خودت هزار تا کار داری دیگه، ولش کن. حالا من یه روز نرم طوری نمیشه. بشین. بشین یه لقمه صبحونه بخور، من خودم میبرمت. دلم شور میزنه اینطوری. شادی جان اینجا ماما. پس چرا حاضر نشدی بری سر کارت؟ حوصله کار ندارم. یعنی چی حوصله ندارم؟ پدر پژمان اونجا رو به تو سپردم، وقت تو میگی حوصله ندارم؟ پوش برو صبحونه تو بخور، لباس رو بپوش، برو سر کارت. از دیروز که اومدی ناراحتی. به خدا نمیدونم چه بلایی سر زندگی ما اومده. یه روز خوب و خوش کنار هم نیستیم. مامان جان من ناراحت نیستم، ول کن تو رو خدا. بعدیش اینه که شما دوتا فکر میکنین من نمیفهمم. باز چی شده؟ سامان رو دیدی؟ چه ربطی به سامان داره؟ تو گفتی و منم باور کردم. برای چی باید دروغ بگم مامان جان؟ سامان دیگه جواب تلفن من رو نمیده. نکنه فرار کرده؟ من فکر میکنم اگه تو میخواستی کمکش کنی باید به پلیس خبر میدادی. اگه فرار کرده باشه همه فکر میکنن اون قاتله. حتی اگه بیگناه هم باشه باز همه فکر میکنن مجرمه. بازم میگین اگه؟ هنوزم شک داره سامان بیگناهه؟ مگه متهم دیگه پیدا شده مادر؟ نه. پس چی میگی؟ تو کجا مادر؟ صبونه نخورده؟ عجله دارم باید برم. ای خدا این چه وضعیه ما داریم. باید برم یه لقمه برش بگیرم، گرسنه نره. صداش بکن نره. آرش یه دقیقه وایسا. دست درد نکن. نمیخوای به مامان چیزی بگی؟ چی بگم شادی جان؟ بگم قتل کردم؟ نگران من و توه. هر روزم داره بیشتر شک میکنه. فکر میکنی تا کی میتونی بهش دروغ بگی؟ نمیدونم. چاره ای ندارم. نباید بفهمه. شادی یه وقت به مامان چیزی نگی ها. بفهمه خدایی نکرده سکته میکنه ها. میدونم نگرانه چی؟ نگرانه سامانی.
بیشتر نگران تو هم. کجا میری؟ پیش قاسم. میدونی اگه این پیره مرد بفهمه تو چی کار کردی چی میشه؟ چاره ندارم، تنهاست. باید از زندگیش بیای بیرون، به آخر عاقبتش فکر کن. کارم به جایی رسیده که دیگه هیچ فکری نمیتونم بکنم. افتادم وسط یه کابوس، فقط دارم دست و پا میزنم. مامان داره نگاه میکنه، برو بعدم با هم حرف میزن. برو تو. هرچی گیر میاری میری برای من خرت و پرت میخری. نه قربونتونم، کاری نکردم که. دوتا کمپوت یه آب میوست دیگه. این مدت خیلی ضعیف شدین، بخورین جون بگیرین. آقا بفرم از صدرت نکنی نوشه جان. میتونم خواهش کنم اون کت منو بیاری؟ باید حساب کتاب بکنیم، در آن چند روز یکی اینجایی. دست درد نکنه. من خیلی زیاده. بگی بابا جون بگی. تو اگه با این موتورت بیرون کار میکردی خیلی بیشتر از این در میآوردی. پس با من تعارف نکن بابا. بگیر. دست شما درد نکن. خب. آقا من یکم میرم بیرون. تو چرا پکری؟ نه نیستم. طوری شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه آقا. نکنه در ارتباط با اون دختریه که دوستش داری؟ خب چرا نمیشین پهلوی هم با هم حرف بزنین؟ با حرف زدن کاری درست نمیشه. چرا درست میشه؟ مشکل پدرشه؟ مشکل منم. تو هیچ مشکلی نداری. مشکل مالی قابل حله. تازه من خودم میتونم تا حدی کمکت بکنم. من میخواستم واسه پسرم عروسی بگیرم. عروسی شد. من نمیخواستم ناراحتتون کنم آقا. یادش هیچ وقت از ذهنم بیرون نمیره. اون روز قرار بود که بره سفارش گل و شیرینی بده. تو آستانه در وایستاد، یه نگاه بهم کرد، انگار خودشم میدونست که نگاه آخره. یه حس غریبی تو نگاهش بود. من میدونم این فکر و خیالا چه بلایی سر آدم میاره. میفهمم، تو هم درد منی بابا. اگه مرحوم پدرت زنده بود به وجودت افتخار میکرد.
یه پسر با اخلاق، مهربون، شریف. بدیش فقط اینه که تو به خودت و زندگیت سخت میگیری. آدم وقتی یکی رو دوست داشت پاش وا میسته، مسائل مادی و این چیزای کوچیک نباید جلو دارت باشه. عشق پسر لباس از دستش بدی. یه چیزایی تو زندگی هست که آدم به عزیزترین کساش هم نمیتونه بگه. هر جور که راحتی بابا، ولی یادت باشه هر وقت به چیزی احتیاج داشتی بیا بهم بگو. تو مثل پسرمی، مثل پسرم، هرچی بخوای ازت کوتاهی نمی کنم. حالا هم باید منو برداری با هم بریم بیرون از این ماتم کده بزنیم بیرون. دلم گرفت. میریم آقا، کمپوتتون رو بخوریم. میرم نمیکشه. امروز رو باید میموندی خونه. نمیشه که، کلی کار داری. آرش دیگه نمیاد؟ ببین رونا، من نمیخوام دخالتی بکنم، ولی تو اینجوری داری خودتو از بین میبری. یا طوریم نیست. نمیخوای به من بگی بین تو و آرش چه اتفاقی افتاده؟ درسته با اومدن آرش و این ماجراها بین من و رامین اختلاف ایجاد شد، ولی من همیشه حواسم بهت بود. اگه کمکی ازم برمیاد بگو که انجام بدم. خان نظری از این شرکت تبلیغاتی اومدن. میخوام بگم یه روز دیگه بیان؟ نه، تو همین الانم هم کلی قرارمونو جا به جا کردی. اصلا خوبه واسه خودمون باشون کار کنیم. حیف این فرصت از دست بدیم. بگو بیان داخل لطفا. آخه شما که با این حالتون نمیتونین. میخوای من باشون جلسه بذارم ببینم چی میگن؟ نمیتونی که نداچون. چرا، من اپتون تو گوشیم نصب کردم. دقیقا میدونم برنامه‌تون چیه، فقط نمیدونم این شرکت تبلیغاتیه چی میخواد. اینا میخوان تبلیغاتی سه شرکت های دیگر بذارن تو اپ ما. یه درصدی از پول این تبلیغات رو خودشون برمیدارن، یه درصدی رو ما برمیداریم. متوجه شدی؟ برش کن. نه. بگو بیان داخل خان فرخ. نه، تو برو خونه استراحت کن، من هستم، نگران نباش. مطمئنی؟ آره، خیالت راحت بشه. باشه، بس نمیرم خونه. باشه، من در تون تاکسی میگیرم. چون بیارم درست تو من کیفم رو بردارم. باشه. بهتری حواست باشه دیگه. باشه شد، مرقب خود باش. منتظر شما. نه، نمیرین داخل؟ خب اول میمان بگو من باید چی کار کنم. شما که گفتین خودتون میدونی. خب من جلو رونا یه چیزی گفتم. من اصلا از این کار شما سر در نمیارم. ببینین، بریم فقط به حرفاشون گوش کنین، چیز خاصی نمیخواد بگی. آخر سرم بگید با فکرام بکنم. ببخشید آقای نظری نمیان؟ نه خیرشون، یه کاری براشون پیش اومده نتونستن بیان. خانم نظری چطور؟
آقای محترم، من مدیر فنی شرکت هستم. شما باید پیشنهادتون رو برای من پرزنت کنید. خانم، من چند باره دارم میام و میرم، هر بار دارم و یه آدم جدید روبرو میشم. ببخشید، شما مدیر عامل شرکتتون هستی؟ بله. پرسیدم شما مدیر عامل شرکتتون هستی؟ نه خیر، شرکت ما خیلی بزرگه، من بازاریابم. بسیار خوب، پس شما یا پیشنهادتون رو به من بگید یا من بگم یکی در حد خودتون بیاد باهاتون صحبت کنه. واقعیتش پیشنهاد شرکت ما اینه که... سلام. سلام مادر. بابا کجاست؟ رفت پارت پیش دوستاش، خسته شده بود، انقدر خونه مونده بود. این چه حالیه مادر؟ باز چت شده دخترم؟ ندا زنگ زد گفت حال نداری یا؟ خب نمیرفتی دفتر. ببین با خودت چه کار بکنی؟ این حرفا چی بود دیشب میزدی؟ بین تو آرش چی شده؟ یعنی چی که دیگه نمیخوام باش ازدواج کنم؟ خب یه چیزی بگو مادر، یه حرفی بزن دخترم. تو که تا دیروز حاضر بودی جونت هم واسه آرش بدی، یعنی واقعا دیگه دوستش نداری؟ دارم. پس چی؟ حرفی زده، کاری کرده، اتفاقی افتاده؟ چیز خاصی نیست، دعوام شده. منم حالا چیزی گفتم. یه چیزی گفتی؟ پاشو خودتو تو آینه نگاه کن ببین چه حالی هستی. یه دعوای معمولی نیست. ببین چی شده که به منم نمیخوای بگی. مامان تو رو خدا انقدر کشش نده. باش، کشش نمیدم. اگه پدرت فردا بگه اینو بیان خواستگاری، من چی بگمش؟ حرف خواستگاری رو نزنیم فعلا. هم یکم اختلاف داریم با هم، ولی حل میشه میره. خب اختلاف سر چیه؟ دیر اومدین، فکر کنم بازم پشیمون شدین. مگه چقدر دیر اومدم؟ یه 40 دقیقه هست. قولنامه رو نوشتم منتظر شما. دختر دیگه سر کلاش پیدا نمیشه. نه آقا کامیار، خیال تخت. چی بهش گفتی؟ بهش گفتم دیگه سمت شما و شرکت نیاد. از کجا مطمئن باشم؟ مطمئن باش، یه جوری ترسوندمش که داشت پس میافتاد. خیال کرد بخوام بکشمش، کلی التماس کرد. خیالت راحت، من واسه پس گرفتن خونم همه کار میکنم. بعد از این همه سال باید من شناخته باشی. دروغ و دقل تو کارم نیست. مردونگی ها میکنی داری خونم پس میدی، برام خیلی عزیزه. از این بعدم کاری داشتی به خودم بگو، هر کاری. حالا این دختره چیکار کرده بود؟ اینش به تو مربوط نیست. دلارا رو آوردی؟ ایشالله خیره. اینم دلاره. بعد شانسی آوردم، از این دلاره کلی آدم پول در بردن، تا ما خریدیم نصف شد. برو خدا رو شکر کن که به خونت رسید. خدا پدر شما رو هم بیامرزه. خب از این به بعد ما دیگه با هم حسابی نداریم. تو هم دیگه سرت به کار خودت باشه. من کاری به هیچ کاری ندارم. تا الان هم اگه کاری کردم فقط به خواسته شما بوده. قولنامه رو نوشته؟ بله حاضره. بریم امضا کنیم.
مخلصی. مبارکت باشه. آقا سلام علیکم. سلام مامان. علیکم سلام. بذار بیام تو دست پر اومده. یعنی چی دست پر اومده؟ سهم بچه‌ها رو آوردم دیگه. تو که نه خونه رو فروختی نه ماشینو. با دست کم گرفتی منو، فقط اونا نیست که. میخوای پولا رو نشونت بدم ها؟ خیلی خوب، بیا تو ببینم چیکار کردی. بیا تو. اینم خدمت شما. ممنون. همین قطره؟ مامان تو این وضعیت دلار همینم غنیمته. خب مادر جان من اینو به کدومشون بدم؟ نصف نصف. فکر کنم فعلا کارشون را بندازه. خیلی رو داری، خیلی. مامان باور کن خیلی گرفتارم فعلا. همینقدر تونستم جور کنم. ولی خیلی زود همه پولشونو میدم. من روم نمیشه اینو بهشون بدم. تا الان حرفی نزدم ولی دیگه اعتراض میکنم. بگی اینو. دیگه خسته شدم، دیگه هم تحمل نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی همین که بهت گفتم. مثلا چیکار میخوای بکنی؟ وقتی اومدی دادگاه معلوم شد چیکار میخوام بکنم. میخوای آبر ریزی بکنی؟ مردم چی میگن؟ میگن به خاطر پول از پسرش شکایت کرده. مردم هر چی که میخوام بگن، دیگه برام مهم نیست. ماما من دارم دل رونا رو به دست میارم. این پسره که میگفتن نامزدشه ول کرده، به هم زده و رفته. بله رو ازش بگیرم، عقدش کنم، خونه رو میفروشم، پول همه رو میدم. بزرگ نمیر بهار میاد. اونا که رونا رو به تو نمیدن. بعدم دیگه من خسته شدم، این حرف رو بیا تو دادگاه بزن مادر جان. خیلی ممنون مامان. من که میدونم شما شکایت نمیکنی. من به خاطر سهم خواهر برادر هر کاری میکنم. الو سلام آقای توسلی، محمودی هستم، حالتون خوبه؟ آقا اون شکایت نامه رو که تنظیم کرده بودید محبت کنید به جریان بندازید. بله بله مطمئنم. نه دیگه چاره ای ندارم. خیلی ممنون از لطفتون، خیلی ممنونم. خداحافظ. بخیر مواظب باش. شنیدم این روزا جوونا خودشون به ما پیرمردا نزدیک میکنن، حسابی که اعتماد ما رو جلب کردن حساب بانکی و خونه ما رو جمع میکنن و میرن. این جوون هستن حال این حرفا نیست. ها پسر خوبه. آدرس خونه و محل کارش داری؟ نه تا حالا ازش نپرسیدم. نمیدونم، خود دانی. بالاخره مراقب باش. فقط اومدم بگم دختر شکایتشو پس گرفت. بسه رونا اتفاقی افتاده. زدی پسرشو کشتی. باش رفته دیم بر اونور. حالا هم اینقدر پردون. اومده هرچی از دهنش در اومده بهت گفته. هرچی بود تموم شد و رفت. دیگه اسمش هم نمیخوام بشنوم. برای چی رفتی تو شرکت جار زدی که رقم مزایده رو تو گفتی؟ از قاتل خبری شده. من باید یه بار دیگه سامانو ببینم. هنوز نمیدونم حرفاش راست بود یا دروغ بود. قاسم اینجا چیکار داشت؟ آرش چه بلایی بود سرم؟ توی تاری